الحمد لله ما لا إله إلا الله 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 سبحان رب العزة سبحان رب العزة سبحان رب العزة استان و کابل افغانستان در دنیا مدن. دو تا بیادر دارم، چهار تا خوار دارم. پدرم فابریکه داشت، کلگی هم خوار و بیادر کلگی دک فابریکه کار میکردم. مکتب بودم، در مکتب مجیبی روی تا صنف شش اونجا خواندم. بعد از او دیگه در دخترها اجازه نبود که زیاد بخونن، موید و چیز دست زنها سخت بود، سخت گرفته بود. این نمیتونستیم که باید از خود یک چیز یک جرات پیدا کنیم بگم که ما میخواییم که درس بخونم. در 16 سالگی یک نفر آمد خواستگار کرد، در 17 سالگی انگیج شدم، در 18 سالگی آرسی شدم. درس بخونم، زندگی آرام در خود جور کنم، آزادی از خود داشته باشم، آرام باشم. اما جرات نبود که باید در استاد میشدم، در روی پدر استاد میشدم، میگفتم که تو باید نمیتونی که آزادی مرا بگیری. اگر در اولای مشکلاتی که اشتوک بودیم، پدر سخت گرفته بود که دخترها درس نخونه، دخترها بیرون نره، دخترها در کوچه نگرده، دخترها آزادی از خود نداشته باشه. وقتی که عروسی کردی، پس امو چیز دور کرد. امو چیز دور کرد، شوهر امی کار گرفت. از او بدتر، از او سختر، که توی اجازه ایچ رو نداری. این همین جهستی به مثل گنو مزدور که تو کار کنی، وشتو کلان کنی، خانه رو جمع کنی. تو نباید بیرون بری، نه تو باید درس بخونی، نه باید تو آزادی از خود داشته باشی. وطن افغانستان بسیار جنگلات زیاد شده. راه بند بود، خاطر مرمی و راکت و چیزا کلی گریخته بود. منطقه خالی، خانه مردم کلی که داخل یک دانه کیف جور میکرد، یک پناه جا، یک جای جور میکرد که از خاطر که سرک ها کلیش مرمی گرفته بود. زیر زمینی یک جای بسیار سیف بود. در زیر زمینی اونجا میشتیم، اما برنج جوش شده گیره و در کم کم تقسیم میکنیم بر اولادا. وقتی سعی کردیم که ایج امکانش نیست، این نمیشه این کار، بیا که خدا بکشیم، صرف یک بنا کار کردیم، جان خود کشیدیم که جان بکشیم، مال و خانه و اولی و هم کلی چه دیگه هیچ سر از حساب نکردیم. کلی حساب جمع کردیم، مالا رو اعلان کردیم، کلیسا رو جمع کردیم، اولادا رو گرفتیم،
خود پیاده پیاده نه که در موتر موتر از کجا میشد پیاده بالکل یک پیاده دیگه پیاده بسیار در سختی یک بتای قید داشتم پایم کلش خون پر شده بود یعنی پیاده سخت بود دیگه ایران میمونه که اول مرا کجا انتخاب کنه کجا قبول کنه بعد از او در کجا کار پیدا کنم در کدام شهر در کدام زبان اولادا رو چه رقم کلان کنم و چه قسم یاره نان بدم نان نداری خانه نداری پیسه نداری کار نداری هیچ دیگه نداری یک مهاجر هستی هر قدر فشارم سر من باشه باید من برم درس خود ادامه بدم باز اون چند سال کنجه بودم درس ادامه دادم یک آدمی که چشمایش بخی کور باشه او چی میتونه که دوباره رشته صحیح کلان کنه پر انرژی یا رشته صحیح و سالم کلان کنه باز بسیار سر خود فشار آوردم که باید یعنی باید در امریکا که در 2002 که در امریکا رسیدیم دفتن نمیتونست که ما در مکتب بریم به خاطر که زیاد مشکل بود اقتصاد بسیار خراب بود موتر نداشتیم پیسه نداشتیم حتی یک دانه دلار نداشتیم که ما در ترانزیت ترکیه یک بوتلاو میگرفتیم در من اول بسیار مشکل بود به خاطر این مشکل بود که انگلیسی سرچپه است فارسی از طرف راست نه از طرف راست همیشه وقت همیشه تا یک سالم از کتاب سرچپه میگرفتم سرچپه نمیفهمیدم دیگه باز خودم اسیستن رودا که شو خواه میکرد باز اونو وقت میرفتم در یک کلاست یا در یک جای گوشه کارخانه گیخم How does it end? It in the end. In the end. Teacher. It's about Postcard. Who is dreaming? It's about a girl, who is dreaming. Woman is okay. Girl wants to change her life. Okay. In the end, picture in the end. In the end, at the end, what does she do? This girl. Okay. No, she doesn't pass away. Oh. Pass away means she dies, she leaves. Retired. Maybe not retire, but quit. She quit. از نگاهی که درس بخوانم و پیشرفت کنم یک دیپلم بگیرم هنوز نشد چی داشت کسته که یا کسته پرفکت انتنه یا باز یا کلیه شسته یا کردیت استه یکی چقدر درس خواندی یا چی کلی باز یا کسته 100% استه یه ها را به خاطر که یادگار نگاه کنم چیم سرزی چقدر زحمت کشتم از یا بسیار یک دانه خاطری خوشتم که یک وقت کتاب سرچپه میبیدم حالی بعد دیگه چقدر پیاده گشتی کدم کل گشته وقت خیستم 5 صبح کس که گروه جان کتاب سرچپه بگیره بر چند ماه باز کلی که سرپای دیگه تو 100% بگیره دیگه تو خوش نباشه باید خوش باشه یه جکی دیده پرس جکیشن از ده پرس به
خیرم زبان که صحیح یاد بگیرم تا خوی مثل که یک دانه چی بگیرم یک جی دی بگیرم یا یک ای بگیرم برای آینده کوشش کنم یک بچلر بگیرم از کمیونیتی کالج خود بکشم در یونیورسیتی برم پلانایم زیاد است که اگه خواست خدا باشه که باید پلانای خدا تعقیب کنم. فشار زیاد شده باید آدم در زندگی خود فشار قبول کنه که موفق شه. اگر فشار سر انسان زوری کنه انسان خرابه، باید انسان سر فشار قوی شه. کلک چیز در دست اختیار در دست مرد بود، حتی از دروازه خانه برامده نمیتونستیم. اونمو وظیفه چی بود؟ اشتک جمع کردن، نان پخته کردن، جارو کردن. فکر کن که یک آدم چقدر سختی رو بکشه که خدا در آزادی برابر کن. امروز مادر و پدرت پیش تو می بود، برایشان چی می گفتی؟ امروز از مادر پدر خود تشکری میکنم و گفتم تشکر که مرد دنیا آوردین، تشکر که مادر پدر خوب بودی، اما بسیار از زندگی ما رو پس انداختی. از خدا می خواهیم بچی همی آرامی و همی خوشی و همی یک انسان هوشیار باشن، در زندگی خود موفق باشن، زندگی خود پیش برن، از خود آرامش داشته باشن. انسان نافهم زندگی قلف داره، زندگی ناامید. جیدی بگیرم My name is Camila Alizada. I am 63 years old. I was born in Kabul, Afghanistan, but now I live in America. Every morning when I wake up, I pray. Afterwards, I make breakfast and review my school work. I go to school because I want to be independent. I want to communicate with my friends. I want to live my best life here in America. But most importantly, I want my children to have the opportunities that I was denied my whole life. خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم. خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم. خاک اندوه دل پاکت شوم.